درود بر همیانان ارجمند، شاهین نژاد هستم. در فرصت دیگری است که همراه با شهرام آریان در خدمت شما هستیم برای پیگیری یوستار بسیار بسیار مهم روششناسی بازپسگیری ایران از اسلام، موضوعی که خیلی از شما همیهنان خواسته بودید بهش پرداخته بشه، که خب همه دشواری ها، همه گرفتاری ها، همه کاستی ها به جای خود دریافتیم توی یک فرایند 1400 ساله که تو 1000 سالش خیلی پررنگ تر بوده. ما به این وضعیت رسیدیم، چگونه می شود از این وضعیت بیرون آمد؟ باید به هر حال نقشه راهی داشته باشیم، یه سری از چالش ها رو از الان آمادگی انجام و رویارویی با اونها رو داشته باشیم و ببینیم که توان و بضاعت گذشتن از این مرحله رو داریم یا نه. از این رو جستارهای روششناسی بازپسگیری ایران از اسلام رو آغاز کردیم که به نشست پنجم رسید. من از شهرام گرامی خواهش میکنم که اشته سخن رو به دست بگیره و از جایی که ما مطلب متوقف کردیم کار رو پی بگیره. شهرام جان درود برد. با درود شان جان، با درود به بینندگان گرامی. پس من ادامه میدم. نخواست ببینم این شیر سکرین رو درست میشه راه انداخت. امیدوارم این صفحه الان باشه. دیده میشه روش انجام پذیر؟ بله. بله. بسیار خوب. ما اینا رو یه بار گذرانده بودیم. داستان این بود که به سوی اون مسئله آزاد فراینده بازشناسی و بازپسگیری که میخواییم بریم، روش کانکرت یا پایه به پایه گام به گامش چگونه میتونه باشه؟ که در مورد این سخن رفت که نخست باید هواداران این بازسازی مانیفست خودشون رو، بندستمایه خودشون رو روشن کنن، که اون وقتی که نباشه در حقیقت راه کار هم و به همه بحثا هم روشن نخواهند بود. در مورد مسئله آگه رسانی، تبلیغات سخن رفت که هنوز بخش بزرگ بدن جامعه کاملا آغشته نشده به این بحثا. این بحثا هم به عنوان اینکه از بالا به پایین و عاقلا در صفیح با مردم صحبت کردن نیست، بلکه آغشتشون کردن و به این کار کشوندن تا اینکه یه موقعی آدم بتونه بگه 80% جامعه این بحثا رو به حالت رک، نه پر از تعارف اونجوری که قبل از انقلاب بود، دلایل روشنی هم داشت چون لازم نبود اون زمان اینقدر تند بره، یا گمان میکردن که با دین شیعه که دین خودمون باشه لازم نیست آدم اینجوری برخورد کنه، مدرنش میکنیم در حقیقت، چون این میپنداشتن. ولی این دور زمان باید روک به معنای دشنام دادن نیست، فقط معنای روک یعنی تعارفی نباید باشه، باید 80% جامعه این بحثا رو در حالت سادهش بشناسن. الان یه حدود 20%، 15% به این گونه رسیده که بازم درصد باور نکردنیه، چون تا 30 سال پیش 1% هم نبود، به هیچ وجه 1% هم نبود. این هنگامی که چه بودنم، حالا اون که انقلاب بشه 35 میلیون نفر، اگه کسی ادعا کنه بیشتر از 300 هزار نفر اصلا این بحث ها شده بودن، خنده داره. الان وقتی من میگم از 80 میلیون تن شاید 20% یا شاید به 15-16 میلیون رسته، یه عدد باور نکردنیه، ولی این باید به 80% قوم برسه، بحثا رو باید بشناسن، بعد گزینش دیگه در پایان با خودشونه. این یک نکته‌ایه که بنز کافی نمیشه روش پافشاری کرد، همه زود از این رد میشن با ایرونیا که سخن میگی، چون به گذار این قرنها فرایند کارهای بنیادی رو اصلا فراموش کردن، از روی همه مرحله های بنیادی میخوان بپرن، فقط میخوان بپرن به تقسیم غنایم و نهایت کار، که اصلا کارهای بزرگ در تاریخ اینجوری انجام نمیشه. این آیین اسلام یه چیز عجیب و غریبیه در حقیقت، یکونه ایدئولوژی بسیار، این استعاره رو محالم دوستان داره، بیمارگونه است که بدجور درگیر میکنه اون قومی رو که اون هم بودمانی رو که مبتلا میکنه و اونا گیر میکنن توش و همه چیزشون از دست میدن.
با اون دستگاه‌های گسترده‌ای که ازش گفتیم، اینو از بنیاد شستن و درست کردن به این نیستش که ما هنوز امروز راه نرفته فردا می‌خوایم بریم سراغ درو خرمن. این بحثا هنوز از 15 تا 20 درصد جامعه فراتر نرفته، باید به 80 درصد برسه. همه اون کسانی که در این داستان مایلن که کاری انجام بدن، باید نخست تو بخش این آگه رسانی نهایت سرسختی رو از خودشون نشون بدن، بدون دشنام ولی رک، بدون تعارف. باید این مسائل رسونده بشه، منطقی باید همه آغشته بشن. درگیرم شد، کسی ناراحتم شد، درگیری هرچی پدید اومد، اونج مسئله نیست، هزینش باید پرداخته بشه. من گفتم یه نکته سوم که در حقیقت خودش بخشی از اون آگه رسانیه، ولی اینجا به عنوان مطلب بنیادی باید روش کار بشه، اونم اینه که همه بفهمن که دین اسلام یه دین کلاسیک نیست، حقیقت احتمالاً دین اصلا نیست، بلکه یک ایدئولوژی توتالیتر که از نمودهای دینی فقط بهره برداری میکنه. نکته بسیار جالب اینه که تقریبا خود مسلمونا هم، یعنی اون الله پرستای پروپا قرص، هم خیلی مخالفتی با این نظر ندارن. یعنی خودشون میگن بله، ما اومدیم که جهان رو فتح کنیم، همه رو یک رنگ کنیم، چنین کنیم، چنان کنیم، فرمانهای الله همه جا پیاده بشه، هر کی مخالفت کرد سرش رو می‌بریم. یعنی خودشون هم به این داستان خستو هستن، مقر هستن، زیاد مخالفتی باش ندارن. نکته شگفت آور، نه شگفت آورم نیست، طبیعی انسانیه، فقط در اینی که عموم قوم ایران که شکست خوردن و اینجوری چرخگوش شدن و موالی شدن، اونا برای اینکه دیگه به درگیری‌های فراتر دوچار نشن با اون 15 درصد مالی خولیایی که اینا رو دائم گروگان گرفته بودن تو این 1400 سال، یعنی ما 10 تا 15 درصد گروگانگیر داریم، بقیه گروگان، یعنی وضعیت این 1000 سال است. اون 85 درصد برای اینکه با این 15 درصد گروگانگیر دعوا نکنن، خودشون اومدن این داستانا رو هی درست میکنن که آقا اصلا اسلام چنین نیست، اسلام یک دین آرامی است و ایشون خنده‌دار که با هیچ بخش تاریخ صدر اسلام و دستگاه درونی قرآن هیچ سازگار نیست. به هر روی این مسئله که آقا این اساساً دین نیست، این یک ایدئولوژی توتالیتره، شاید توتالیتر ترین ایدئولوژی باشه که هست. یعنی میزان زورگوییش و میزان یک رنگ سازیش از دید من از اون چیزی که در مارکسیسم مدل استالینیستی بود یا از اون چی در ناسیونال سوسیالیسم بود، اینا دوتا ایدئولوژی بودن که در سده بیستم میخواستن همه چی رو کنترل کنن به از عینک خودشون، از اونا فراتر میره. یعنی میزان آزادی که شما در داخل حتی ناسیونال سوسیالیسم باشید، از کمونیسم استالینیستی بیشتر بود، اونم دوباره از مال اسلام بیشتر بود. یعنی شما در داخل کمونیسم استالینی میتونستید در مورد خیلی مسائل هنری، دانشی، نظر آزاد داشته باشید. یه چیز عجیب غریبیه، این انسان رو کاملا خفه میکنه، ولی هر وقت که به ضعف موضعی میفته میره پشت اون سپر دین پنهان میشه. یه با من کاری نشته باشید، من فقط دینم، به دین مردم کاری نشته باشید، تا این که نیروهاش از نو سازماندهی کنه میاد بیرون. در مورد شما برای این که بیننده ها و شنونده ها یک ایده روشنی از تفاوت دین ریلیجن با هر ایدئولوژی داشته باشن، فکر می‌کنم خوب باشه که ببین بپردازیم که حالا البته خیلی مختصر چون موضوع گفتگوی ما نیست، که دین یک مطلبی است در حوزه خصوصی زندگی افراد و ارتباطی است که انسان ممکنه که با برخی از جهات معنوی با اون چیزی که فکر میکنه مبدا هستی است داشته باشه و کلا میره تو حوزه خصوصی زندگی قرار میگیره، در حالی که ایدئولوژی کاملا به این جهان انسان کار داره و به دنبال دادن باید نباید ها، بگیر و ببند ها و در حقیقت کنترل انسان به عنوان یک ابزار در اختیار رسیدن به یک اهدافی است که ایدئولوژی براش طراحی کرده. اگه در این زمینه چیزی میخواد بیافزایی خواهش کنم بگید. شان جان روشن بود، بسیاری از بیننده خودشون به این موارد آگاهن، ما فقط داستان رو از نو گرد میکنیم و سازمان میدیم. ما بیننده های خودشون ما یه کارشناسی هستن خیلی هاشون. بله، این مطلب خصوصی نیست. این از اول گفته آقا من اومدم همه رو یکسان کنم، همه رو یک رنگ کنم، هر کسی هم نظر دیگری داره میکشمش.
در بهترین حالت ازش جزیه میگیرم، خوردش میکنم شخصیتشو در بهترین حالت، ولی معمولا میگیرم میکشمش. خب دیگه دین نیستش که دیگه. این خفه کننده ترین حالت ایدئولوژی که تو تاریخ بشر تا حالا ساخته شده. این نکته بس که مهمه که این اسلام دین نیست بلکه یک ایدئولوژی توتالیتری که فقط از نمودهای دینی بهره میگیره. این اینقدر مهمه که من از درون اون شماره دوم آگه رسانی، اون تبلیغ و آگاه سازی آوردم بیرون، با اینکه یک زیربخشی از اونه، چون در راسته اون آگه سازی باید این رو هم برسونی. این آوردم بیرون ازش یه نیمه ستون جدا درست کرد. باید یه ستونی باشه که هی دربارش باید کار بشه. استقلال داره این ستون، بس که مهمه. یعنی همه تبلیغات یه برای اینم، برای خودش یک بر. بخش چهارم، بخش سازماندهی و شبکه سازی اون کسایی که به این کار گرایش ذهنی پیدا کردن، فهمیدن که این کار مایه وره، مهمه، باید انجام بشه. کاری که ایرانیا ما چند بار آنالیز کردیم پس از شکست از اسلام توش ناتوان شدن، چون ما در ایران دیگه شبکه های خردمندانه یا منطقی نداریم. ما قدیم پیش از اسلام اون اصناف داشتیم، اصناف سیویل، جنگی، الاخر. الان بعد از اسلام دیگه به حمدالله هیچی نداریم. تمام جامعه فقط آدم های قمه به دستن که میخوان برن بقیه کفار رو بکشن، مالشون رو تقسیم کنن. وقتی هم چیزی واسه گرفتن و کشتن و تقسیم کردن نیست، رو به قبله دراز میکشن و گریه میکنن، تو سر خودشون میزنن که ما چقدر فقیریم. این بخش بندی در حقیقت کارکردی جامعه ایران اسلامی بود، حالا تو حالت خیلی ساده ساختش. عرض کردم که تو 400 اول اینجوری هنوز نبود، ولی از سلجوقی به اینور بیشتر به این حالت دیگه اسلامی جا افتاد. و این فقط رانت میتونه بخوره، رانت بخوره و رانت پخش کنه، تولید ثروت نمیتونه بکنه، چون مثل تقسیم اصناف اینا نمیشناسه. ایرانی‌ها وقتی که این شبکه‌ها رو فراموش کردن، خب الان چون وقتی ما شبکه بسازی برای این بازپسگیری کشورم، یه شبکه رفتن و کشتن و تقسیم کردن به نام الله که نیستش، که این یه شبکه منطقیه که یه کار منطقی میخواد جلو ببره. درست. وقتی ساختن این شبکه‌ها هزار سالی که به فراموشی رفته، باز پرداختنش کار بسیار دشواریه. در اینجا من عرض کردم که کنشگرا با زمان و توان و ذهنیتی که میارن و سرمایه گذارا با سرمایه که میرن، اینجا باید نهایت همکاری رو با هم دیگه بکنن که در این زمینه کارنامه ایرانی‌ها تو هزار سال گذشته سوخته بوده. در مورد هم صحبت کردیم. هیچ گونه همکاری میونه سرمایه گذارا و کنشگرا وجود نداره که با هم دستگاه های نیرومند شبکه‌ای بسازن. اینا باید دوباره از نو تمرین و آموخته بشه. بعد این کارا که انجام شد، یعنی مانیفست که نگاشته شد، آگه رسانی رفت 80% جامعه رو آغشته کرد، ویژگی های اسلام به ویژه شناسانده شد، تو بخش چهارم شبکه ها برساخته شد، تمرین داده شد، در پایان اون بخش آزادسازی به خودی خود میاد، که من این نکته خنده داری گفتم، وقتی تا اونجا شما کارو ببری، اصلا بخش بزرگی از جامعه هم دیگه مقاومت نمی کنه، چون وقتی شما در ذهنت یه منطقی کاری رو پذیرفتی، خودت دیگه میپذیری. اون بخشی که دیگه مقاومت میکنه، دیگه اونایی هن که دیگه خیلی هوششون کمه، دیگه خیلی مالی خولیایی هن که یارو هرچم منطقی براش فرآیند تاریخ و توضیح دادی، اونم دیده دو پاش رو توی کفش کرده، میگه نه من میخوام همینجور مالی خولیایی بمونم. اون موقع دیگه بقیه از پسش برمیان میزننش کنار. ولی این مسائل تو این ترتیب باید انجام بشه و باید با نهایت سرسختی و برنامه ریزی هم انجام بشه. سیستم های حالا یه خورده ببینیم هیچ فایده ای نداره. در مورد بیشترم صحبت کردم، فقط دوره کردم. من به نکته نخست از این پنج نکته یا از ستون یکم از این پنج ستون میرسم، اون داستان بندستمایی یا مانیفست ایران شهری که بنیاد این مانیفست هنگامی که باشه دو سه کار میکنه. یک، خود اون کسی که میگه من ایران شهریم، اصلا خودش میخواد تازه بفهمه که من واسه چی درست ایران شهریم. و شما در یک ایدئولوژی یا ایدئولوژیکی نخواهد بود، این جهان نگری، یه منطق بنیاد، خرد بنیاد، این بی اندازه مهمه که شما برهانها رو بشناسی. اینجا داستان اسلام نیستش که ما میخوایم بریم سر یه سری افراد رو ببریم که بعد ما رو بفرستن پیش حوریا، یعنی در حقیقت پوزش میخوام یه جور فاحشه‌خانه آسمانی، اونجوری نیستش که. این میخواد یه چیزی بسازه. بنابراین این وقتی شما یک انگیزه به این پیچیدگی داری که میخواد جهان رو برسازید، که باید خیلی دقیق بدونی که
چی هست این چیزی که رفتی دنبالش و به خاطر اون از اون چیزی که پیشتر بوده جدا شدی از چیزای دیگه هم فاصله گرفتی با منطق اینو برگزیدی. یعنی هم خود ایران شهری ها باید درست درمون بدونن که اصلا واسه چی به این راه اومدن. این اونا رو اول سازمان روحی میده. دو، در گفت و شنود با بقیه الله پرست ها که هنوز الله پرست و اینا موندن و دارن اون کشور خودشون رو نابود میکنن، دستگاه برهانی به دستشون میده که با اونا روبرو بشن. و حالا فراسوی این درگیری با الله پرست ها که هیچ چاره نخواهد بود، اونا مثل در حقیقت مثل زالو گلو این کشور رو گرفتن دارن میمکن، ولی جهان نگری های دیگری هم هستش که بیرون از ایران هستن. خیلی هاشون هم جهان نگری های سازنده یا جهان نگری های فرنگی، یکی از یکی سازنده تر، جهان نگری های کنفوسیایی یکی از یکی سازنده تر. در برخورد با اونا هم این شخص ایران شهری که به این جهان نگری خودش پایبند شده، این باید بتونه بگه که این چیست و من برای چی به این راه اومدم. چرا من کاملا فرنگی نمیزیم، شاید مثلا بخوام بزیم هیچ ابهام نداره، چرا نمیخوام طبق جهان نگری ژاپنی بزیم، انقدر موفقه با این صنایعشون، چرا میخوام ایران شهری باشم. بنابراین این داستان فقط داستان باز پس گرفتن از الله پرستان نیست، بلکه بعدن جایگاه این جهان نگری، این فلسفه زیستن رو در بستر جهان امروزی جای دادن هست که 3-4 تا بستر جهان نگریستی گردن کلفت دیگه الان پیدا شدن. گردن کلفتنشون که مال شمال اروپا این پروتستانتیسم بوده، از اون چیزی که داشت برآمده. کنفوسیایی ها با یه سابسکشنی و شینتو ها پیوستن، بقیه نسبتا ناکامن، چیزی بارشون نیست. پس شهرام جان در حقیقت یکی دیگه از سودهای پیریختن منیفست ایران شهری این است که فقط بحث در حد سلبی نمیمونه، یعنی فقط نفی اسلام و سنت اسلامی در ایران نیست، بلکه جنبه ایجابی داره. و اینکه حالا چرا ایران شهری میتواند کارساز باشه و طبیعتاً برای رسیدن به همچین هدفی باید شناسایی بشه و ویژگی‌هایش که متمایز از جهان‌نگری‌های موجود در جهان کنونیست هم میتواند پررنگ بشه و به خواهندگانش در حقیقت باز آموخته بشه. درسته. اون کسی که به این راه اومده باید دقیقاً بدونه چی میخواد. ما فراموش نکنیم که جهان‌نگری ایران شهری که حالا هستش رو در حقیقت زرتشت نخواستیم بار فرموله بندی کرده بوده، حالا از بستر کلن مهاجرین آریایی برآمده بوده، اما یعنی پیوست داشته با همه هندو اروپایی های دیگه تا وسط اروپا، تو برخی بنیاد های نمو هم یکسان بودن، تا به روز هم یکسان هست این ارزش ها. ولی زرتشت یه سیغل بزرگی به این داده بود، مسئله تولید رو مرکزی کرده بود، مقدس کرده بود. ایران شهری ها موتور تولید بودن خیلی بیشتر از پروتستانت های امروزی. من اینو چند بار عرض کردم که اگه اسلام ایران رو نابود نکرده بود، صنایعی که از ایران برمی اومد اگرسیو تر بود تا صنایعی که از شمال اروپا بر اومد، چون هست و نیستشون فقط انچه تولید بود. این ارزش هایی که داشته، این ارزش های منطقی و رو به جلو و رو به پیشرفت بوده و همه را می شده با برهان توضیح داد. این نبوده که آقا من خداوند تبارک و تعالی اومده یه نبی فرستاده، یه رسولی فرستاده، این رسول هم اومده شمشیر گرفته دستش ما رو با خودش همراه کرده، ما فلان داریم سر میبریم پول غارت میکنیم، بعدش هم حالا ببینیم خدا بزرگ کجا میریم. یه همچین چیزی نبوده. یکی از فلسفی ترین دستگاه های زیستن و اندیشیدن بوده و کسی که به این راه میاد باید بتونه با برهان خودش رو توضیح بده. و موضوع هم نفی دیگران نیست. من عرض کردم که شمال اروپا روش زیستن خودشون هم خانوادی نژادی فرهنگی خودمون هم بودن. اون ور دورتر ژاپنی ها و چینی ها، اون دیگه اونجور هم هم خانوادی نبودن، ولی راه پیدا کرده بودن یه جهان نگری که اونم رو به پیشرفت صنعتی میرفته ولی ارزش فرد رو نمیشناسه. حالا ما بعدن تو نشستای دیگر به این مسائل بیشتر میپردازیم. یه موقعی نشست واکافتیک در مورد همین میکنیم که اوکی، این الان اگه این ایران شهری رو ما بخوایم تعریف کنیم، این وجه جداییش از کنفوسیایی ها چیه و حتی از شمال اروپا که به ما نظر نژادی و فرهنگی خیلی نزدیکی داره، حتی از اونا چیه آخر سر. اینو ما در موردش فنی صحبت خواهیم کرد.
عرض من فعلا اینه که یک انسانی که به این راه میاد و خودشو با این برهان ها مجهز میکنه باید بتونه نخست از همه الله پرستار تو این کشور عقب برونه و اگه نیاز شد متلاشی کنه، چون واقعا مثل دشمن گلوی این کشور رو دارن میمکن. دیگه داستان بچه تمایز از جهان نگری دیگه، دشمنی که اومده داخل این کشور و این کشور رو نابود کرده، هزار سال از هستی انداخته. اونو وقتی داری بیرونش میکنی باید بتونی برهان بدی. اونایی که فهمیدن میپیوندن، اونایی که نفهمیدن بعدن برخوردهای بیشتر خواهد کشید. یه سیستم مافیایی که ول نمیکنه و شما باید توی دستگاه برهانی خودت مطمئن باشی. فراسوی بیرون کردن اون مالی خولیای ها و باز پس گرفتن کشور پس از هزار سال دست این دیوان ها، مسئله اینم هستش که اوکی، من ایران شهری، من فلسفه زندگی ایران شهری، ما این منطقه و این زیستگاه چه جایگاه مندی داریم در سرتاسر جهان، در سنجش با جهان نگری های دیگه. یه خودشناسی هم باید اون شخص داشته باشه، موضوع نفی دیگران نیست. فراموش نکنیم که این شاید تنها جهان نگری تو تاریخ بشر بوده که هیچ گونه مشکلی با آموختن و پذیرفتن از دیگران نداشته. ما فراموش نکنیم که وقتی اسکندر جهان هخامنش رو نظامی شکست داد و گرفت و با اون همه حالا تحقیر و نابودی و چیزایی که پیش اومد، بعدا ایرانی‌ها در روزگار هلنیزم چه اینتراکشنی، چه برهمکنشی، چه داد و دهشی با یونانی‌هایی که اومده بودن ایجاد کردن و چقدر از اون آموختن. خودشون که ستاره شناسی رو دوست داشتن، پزشکی ستاره شناسی که میشه تو ایران بود، بعدا یک مقدار زیادی توی نمایش تئاتر و ریاضیات اثباتی پا گذاشتن با اومدن مهاجمین یونانی. یعنی هیچ وقت مشکلی نداشتن که از طرف مقابل اون چیزی که بلده و به درد بخوره آنند بگیرن بپذیرن، از خودش بهتر انجام بدن. بله، با بدبستون فرهنگی و دانشی کاملا همراه بودن، با هندوستان هم همین گرفت چیزو داشتن، تماس حتی بیشتر. بله، ولی این جهان نگری نمیدونم ابراهیمی و از بدتر نوش اسلامی نیست که یارو هنوز از دور ندیده میگه این نجسه. یعنی چی نجسه؟ نفر دیگه چیه؟ یعنی مسخره ترین و احمقانه ترین نمونش امپراتوری عثمانی بوده که 400 سال شما میزان حماقت رو فقط برآورد کن که تو این دستگاه ایدولوژی اسلام هست، روز به روز نگاه کرده که چجوری فرنگی ها دارن گام به گام دارن ازش جلو میزنن. چون اینطور نبود که از امروز به فردا یهو فرق میون عثمانی و مثلا اروپای مرکزی اونی بشه که آخر شد. درست. در آغاز اینا با هم یه جا بودن. درست. ولی وقتی فرنگی آغاز کردن، این داشت همینجوری زل میزد و حتی یه گام کوچیک هم حاضر نبود. میگفت نجسه. این کافر نجسه. اوکی. ولی همون مسیحیه، حالا که اونم دین ابراهیمی داشت ولی حالت نرمتری بود، اون که به خشونت و زبان نفهمی مال اسلام نبود، اون یکی وقتی که تو جنگ‌های صلیبی اومدن و همین کتاب ایرانی‌ها به دستشون افتاد، بخش بزرگ کتاب‌های علمی 95% ایرانی‌ها نوشتن، یعنی ابن سینا بود، نمی‌دونم رازی بود و بیرونی بود و الاخر اینا، دستشون افتاد به عربی نوشته بود، آنی بار دادن رفتن اروپا ترجمه کردن به لاتین. و این دیگه بالاترین میزان در حقیقت سنگوارگی تو همین اسلام بوده که اصلا ندیده میگه نجسه. سوال نداره یک لحظه آنالیز کنه. ما درست نقطه مقابل این بودیم. ما دشمن اومده ما رو شکست داده، اومده تو کاخ شاهیرم سوزونده، کتابخونه‌ام شهید آسیب زده، حتی اسکندر نمیشه با مسلمان مقایسه کرد، سوء تفاهم وسط نشه. ولی بعدش دیگه اون مهتران ایران که با اونو داد و دهش میکنن تو مدتی که یونانی اونجاستن، هیچ مشکلی نداشتن که از الف تا یه هر چی اونا بلدن ازشون بگیرن، مسلح کنه خوش بویسه که اون دشمن داره. این پس بنابراین مسئله ما بعدن فقط این نیستش که ما با شوونیسم بگیم که ما از بقیه همینجوری ندیده بهتریم. نه، ما فقط میخوایم یک این فلسفه ایران شهری رو که این بارا جایگزین میکنیم، یه فلسفه خواهد بود که با جهان مدرن کاملا سازگاره و بسیار بسیار حالت پویاش، حتی از اونیم که در روزگار باستان بوده پویاترشو اینستال کرد، جا انداخت و این بعدن به حالت طبیعی و جوانمردانه جایگاه خودشو با جهان نگری دیگه هم تنظیم میکنه و معلومه که میخواد رو خودش کار کنه که آخر از اون نظر پویایی سبقت بگیره. چون مشکلی هم با آموختن نداره.
این مسئله البته من اینجا در مورد مطلب دیگه هم صحبت میکنم، در مورد اینکه آدم جهان نگری خوش باید بشناسه. در داخل این مانیفست، این بندست مایه، در کنار مسئله جهان نگری از نظر فلسفی، یه مسئله خیلی مهم دیگه هم هست به نام آقا تاریخ تحلیلی ایران. یعنی مسئله که جهان نگری ما در زمان پیش از اسلام چی بوده که ایران اینقدر انرژی بخشیده بوده، اون یه مسئله فلسفیه. ولی که داره مسئله درک فلسفی، مسئله فرایند تکاملی، هرچند که این چجوری پدید اومدم برای یه انسانی که میخواد یه هویت ایران شهری داشته باشه مهمه. مثل آمریکایی‌ها هستش که مثلا با یه شخصی که خودشو با افتخار آمریکایی میدونه وقتی باش صحبت میکنی، خب این از فرایند جنگ استقلالشون علیه انگلستان، نوشتن قانون اساسیشون خبر داره. یعنی فرایند پیدایشو میشناسه و بعد اون فلسفه آمریکایی بودن هم به قول خود آمریکایی‌ها American way of life، روش زیستن آمریکایی که از درون اون فرایند تکاملی برآمد رو هم آخرش میذاره برای جلوی رو میز. اینا به بهترین وجه اینو ایفا میکنن، این نقشو هم فرایند تکاملشو میدونن، هم نتیجه رو به عنوان نتیجه فلسفی میدونن و ازش دفاع میکنن. یه ایران شهری هم در آینده نزدیک که همین الان همینجوری باید بتونه باشه، باید بتونه نظر تاریخی فرایند پیدایش این ایران شهر رو توضیح بده بدون شوونیسم و بدون همش قربون صدقه رفتن و تو سر دیگران زدن. که من شوربختانه این مطالب رو تو خیلی از ایران دوستان میبینم، یعنی به جای تحلیل های ژرف هنوز راه نیافتاده فهمیده که ما اصلا برتریم بقیه احمقن. این دقیقاً همون سیستمیه که از اسلام یاد گرفتن که هنوز ندیده میگه نجسه. از همون رجزخانی فکر کنم قبایل عرب صدر اسلام هم مونده، نه رجزخانی هاستی چیز الان اونا بخوایم بررسی کنیم بیشتر از یکی رجزه، یکی اون خودشیفتگی عمیقیه که قبایل عرب داشتن. مثلا کلا قوم عرب یه گرایشی به خودشیفتگی داره، حالا که قومای ویژگی داره اونا میذارن و اینا به حمدالله همشون به بدترین حالت در اسلام نهادینه شده. یه پیامبر اسلام هم یه دینی درست کرده که هنوز راه نیافتاده میگه بقیه نجسن و ما اصلا بهتریم. ما اصلا موضوع اصلا بهتر نیست، همش الفاظ تحقیر و اینا. درست. هنوز راه نیافتاده نگاه نکرده میگه اون که نجس آقا خره، نمیفهمه اینا، باطل، کافر، باقی، نمیشه از این حرفا. آقا برای باید 10 دقیقه نگاه کنی چی میگه اصلا، چی تو میگی؟ تو اصلا اینکه اصلا مطالعه کردی 5 دقیقه حرفای اونو که داری میگی؟ این اصلا اون فرهنگ قبیله های خودشیفته عرب بوده که خب ایشون هم تو اون جا بزرگ شده داشته. مادرزادی هم من گمان کنم ایشون نارسیس بوده، خیلی خودشیفته بوده. دینی هم که بعدن دیگه درست کرده دیگه تراکم این منش بوده، فقط من بقیه نفهمن. و این وقتی که این خب این سیستم مالی خولیایی ایران رو چرخ گوشت کرد، که ایران دیگه هزار سال تو اون وضعیت دیگه، خب ایرانی هم طفلی ها اینجور شدن دیگه. من یاد اون بحثمون از نشست پیش میافتم که توی نشستی بهش ژرف خواهیم پرداخت، اون شاه اسماعیل کس که تو سرش میزنن که میگن چرا نمیدونم مثل سوئیسیا نبوده رفتارش. بعدا بهش میرسیم که شما وقتی در داخل این لجنزار برمیای اصلا چی میتونی باشی دیگه، آخر سر نهایت چیزی که میتونی باشی چیه. و ایران شهری های امروز هم یا اونایی که علاقه دارن خیلی همینجوری خودشون شبه اسلامی هم بده که بفهمه، از راه نیفتاده میگه بقیه نفهمن، فقط ایران چی، فقط ایران. شما اول باید هزاران ساعت اگرم میخواید در مورد این مسائل با این حالت اظهار نظر کنی، باید هزاران ساعت بشینی زبان رومی های باستان رو یاد بگیری، زبان یونان باستان رو یاد بگیری، زبان های ایران باستان رو یاد بگیری، متونشون رو به اصل بخونی نه به ترجمه، بعد برخوردهای فلسفیشون رو ببینی، تمایزاشو ببینی، مثلا اظهار نظری بکنی، و اگر نه با آدم محتاطی باشی و بری فعلا مطالعه کنی فعلا در مورد همین. حالا کاری که باید ما ببیش انجام بدیم اینه که با نوشتن این مانیفست ایران شهری و بعدن کتاب‌های نوشته‌های در مورد تاریخ تحلیلی، کار این گونه ایران شهری رو باید ساده کنیم که بگیم یک کانونی هست که اونا یا فشرده در چند صد صفحه نگاشته شده، من فعلا اونا رو مطالعه میکنم، بعد رد اونو میگیرم میرم خودم مطالعه فراتر میکنم. و هر کسی که بیشتر مطالعه کرد خب اون درجه مرشد بودنش یا چه میگم فارسی هیربد بودنش هم در حقیقت برتر میاد، واردتر. ولی مسئله قربون صدقه رفتن از ایران نیست و به دیگران گفتن که اون یارو باطله مثل مسلمونا، بلکه مسئله اینه که بفهمه واقعا این Iranian way of life چجوری پدید اومد، با
مهاجرت آریایی به داخل فلات و به ویژه با اون اندیشه زرتشتی در داخلش چه قانون‌های بنیادی داشت، چجوری به جهان نگاه می‌کرد، شکل گرفت، امپراتوری‌هاش چرا آخر این شکلی شدن که شدن، و بعدم در ادامه داستان شکستی که از اسلام خورد اون موقع چه تغییراتی پدید آورد. یکی خود مسئله شکسته که خیلی ها میخوان همیشه آتش دارن که بدونن، ما چند برنامه در موردش پر کردیم، حالا بعدم باید تون تاریخ تحلیلی، تاریخ واکافتیک شاید یک کتاب کامل در موردش نوشته بشه، تا الان هرچی نوشته شده همش بی ربط بوده، شوربختانه معنی نمیده اصلا نگاشته ها. یه بارم این شکست از نظامی بفهمن که این مسئله رازآمیزش بریزه، خیلی مثل تو گلو خیلی گیر کرده. بعد از خود شکست اون کشاکش 400 ساله با اسلام رو باید یه ایران شهری بفهمه، و بعد این ایران اسلامی جا افتاده بعد از سلجوق به این ور دیگه چرا اینجوری شد که شد. 400 ساله شهرم جان، یعنی منظورت از تقریبا قادسیه و نهاوند تا حدود غزنویان و سلجوقیان، یعنی چیره شدن قبایل ترک زرتپوست بر فلات ایران، درسته؟ دقیقاً، تا با خود غزنویا در حقیقت آشکار شد مشکلات، و با سلجوقیا دیگه شکست اصلا حالت نهایی پیدا کرد. یعنی اینکه دیگه وضع از اونی شد که قبلش که این ایرانیای حتی اسلام آورده هم این تفکرات رو به پیشرفت خودشون رو از راه اندیشه معتزلی و دیگر به اسلام زور چپون کرده بودن. برای همین در روزگار بویه و سامانی ها، به ویژه در قلمرو بویه که اصلا حالت نیمه زرتشتی بود، این همه دانشمند که اونجا کار میکرد از اون فرهنگ برآمده بود. و اینا خب اول اتفاقی که افتاد با اومدن غزنوی و به ویژه بعدن سلجوقی، اینا اول متلاشی شدن. یه اون روزگاریه که میبینی که ابو ریحان بیرونی باید بدوه برای زندگیش که نکشنش، نمیدونم ابن سینا و الی آخر، همه فراری هستن در حال گریز و پنهان شدن. این نشون میده که بعد از اون درگیری های 400 سال نخستین آخر اسلام پیروز برآمد، پیروز نهایی که تونست چماقو دست بگیره و بزنه تو سر دیگر، آخر تونست خوشو تحمیل نهایی بکنه، و اون طرحی رو که پیامبر از مدینه ریخته بود آخر تو سراسر ایران پیاده شد. یعنی برانگیزاندن و سازماندهی کردن کم هوشترین و سادیسترین لایه اجتماع 8-10% و از راه اون فضای حراس ایجاد کردن که همه آدمای منطقی دیگه خفه خون بگیرن، و بعد در فضایی که آدمای منطقی خفه خون گرفتن اون موقع سفاهت میاد و حماقت میاد، چون سطح دانش هم میره پایین، سطح شعور هم میره پایین، و بعد اون 10% سادیست بعدن اصلا تبدیل به مهتران جامعه میشن، و این یه شبکه مافیایی دیگه شکست ناپذیر پدید میاره که وقتی ولش میکنی میره 10000 سال همینجوری میره. و ما توی اون وضع بودیم که بعد حالا اول صفویه اومد و بعد برخورد قاجار با فرنگ اومد و ترک های توی این سیستم برداشت که بعد قوی ترین ترکش پهلوی و اینها بود. یعنی ایران شهری باید این فرایندا رو هم بشناسه، و میگم در این راستا باید بتونه نقش صفویه رو هم بفهمه و بعد بیاره داستان رو تا پهلوی که درگیری ها به اوجش رسید، و حالا دوباره الله پرستا این بار دوباره با سازماندهی نو توی حالتی از خیلی از افراد میگن قادسیه دوم دوباره موفق شدن که قوه دنیوی رو در کشور بگیرن دستشون. حالا این بار مثل اون زمان قتل عام و اینا بیشتر نیست، بلکه از کشور بیرون راندنه. اونایی که ایرانی هستن یا باهوش هستن از کشور بیرون میکنن، سادیستا و کمهوشا رو نگه میدارن، قدرت اونا پخش میکنن، و بعد به گذار زمان سطح میانگین هوش جامعه هم رفت پایین، و شما آدم باهوشو از استخر ژنتیکی بیرون کنی، آدمای لاعقل و نگهداری، اون موقع میانگین هوش مادرزاد هم هی میره پایین. چرا فرایند چپاول چاپیدن رو ولی کامل مانند همون 1400 سال پیش از سر گرفتن و تو این زمینه اصلا کم نذاشتن در این 41 سال؟ هیچ منظور بدی ندارن آقای خمینی، همیشه گفت ما اون برنامه‌ای که پیامبر پیاده کرده منم میخوام پیاده کنم، همین بهش هم میگفت صدر اسلام. و حالا البته تو اون حالت دیگه خیلی 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 دد
هدت خویانه چجوری بگم، واژه خیلی غلیظ من دوست ندارم، تو اون واژه خیلی درشت خویانه ای که دیگه پیامبر پیاده میکرد که گودال میکندن و سر میبردن مثل گوسفند و نمیدونم این نعره میزد و بزن اون تجاوز میکرد دیگه، اینا رو اینجوری انجام نداد خمینی وسط تهران، ولی امیدش این بود که بتونن برگردن به اون روزگار. کار عجیبی نکرد، گفت همونطور که پیامبر مستضعفین رو سازماندهی میکرد، یعنی آدم های کمهوش و سادیست رو، من هم مستضعفین رو میگیرم و آدم های موفق جامعه رو، اونها که هوش و مادرزادشون بالاتره و مدیران سازنده هستن به نام مستکبرین، اونها رو یا میکشم یا از کشور بیرون میکنم، بعد خودمون میمونیم و مستضعفین، بعد خودمون با خودمون حالا به قول فارسی کوچه بازار حال میکنیم. در حقیقت این وضعیت هزار سال هم تو کشور همین بوده، فقط اون زمان تعداد افرادی که به تبعید رفتن خب کمتر بود، یه سری پاشا رفتن هند، یه سری گریختن به چین، ولی بخش بزرگ تو خود ایران کشتن، از بین بردن. این بار از راه تبعید این کارو کردن، ولی شبکه کار همونه و هیچ منظور بدی هم ندارن. اون کسایی که این کارو دوست دارن که معمولا مخشون یه عیب مادرزادی داره، مال خمینی هم بیگمان داشته، اینه که اون مدل از زندگی غیر تولیدی رو دوست دارن. وقتی هم به یارو میگه که این کارات آوتپوت نداره، برایند نداره، تولید نداره، برمیگرده بهت میگه خب به من چه؟ من که این کارا نکردم که تولید و منطق توش بدونه، که این کارا کردم که فرمانهای الله پیاده بشه و منم بعدم به اون حوریا برسم. اصولا چیزی به نام آبادگری و ساخت و ساز رو ارزش نمیدونه و همین مسئول نمیدونه خودشو. ضد ارزش میدونه. دقیقا. سید قطب که به دقت میگفت اینو، میگفت اینا همش ضد ارزش نمیشه، نجسه، اینا فرنگی‌ها درست کردن، خود نجسه. اصلا اسلامی که اینها ازش سخن میگفتن، اسلام ابوذر غفاری و اینا که شریعتی لا تعالی تعجب و غریبی به هم میبافت، اصلا اصولا این چیزها رو دنیا دوستی میدونه، دنیا دوستی هم که بده. بنابراین اگه چیزی هم قرار به دست بیاد، خب با زور میتونه به دست بیاد، چرا این زحمت بکشیم و بس. ما فقط داریم خودمون آماده میکنیم واسه حوری ها. هیچ هدف دیگری زندگی ما نداره. این وسط هم اگه دستون برسه همینجا میکشیم، غارت میکنیم که یه رانتی به اون برسه، ولی آخر سر خودمون رو داریم آماده میکنیم برای اون رانت دائمی. این کل دیدگاهی است که در ذهن اینها بوده و هست. ضد تولیدی ترین ایدئولوژی که تا تاریخ بشر کشف شده. و حالا به هر حال این مطالب رو هم یک شخص ایران شهری باید بتونه توضیح بده که مجموعه همه اینا بود. تو بخش مانیفست رو ما پرداختیم، از اون 5 ستون که مانیفست این اون فلان تا آخر، بازپسگیری، آزادسازی. بخش مانیفست باید تاریخ تحلیلی رو در بر بگیره که ما اینجاش پرداختیم این ادوار رو، و بعد مسئله فلسفی جهان‌نگری رو که گذشته از اون تاریخ تحلیلی که اینجوری پیدا شد، اینجوری شکل گرفت، اینجوری از اسلام شکست خورد، چرخ گوش شد و بعد این شد که شد و درگیری های تا به امروز، گذشته از اون تاریخ واکافتیک یا تحلیلی، یه بخش دیگری هست به نام توضیح فلسفی که اصلا جهان نگری ایران شهری چیست جدا از هر گونه نگاه تاریخی. چون شما همش هم بخواید در بستر تاریخی کنی اونجا گم میشی. شما باید بتونی مستقل از هر گونه تاریخ بگی آقا فلسفه زیستن ایران شهری، ایرانیان وای آف لایف، چه برتری هایی داره نسبت به حالا الله پرستی که اصلا به کنار، اون که گونه از دیوانگی است، ولی حتی نسبت به مال پروتستانت های اروپای شمال یا به کنفوسیایی های آسیای خاوری. یعنی هدف ها رو چی میدونه و برای رسیدن به اون هدف ها ابزارش چیه؟ ما اینجوری ساده سازیش کرده بودیم، تو نگاه بهش میگفتیم ماکروسکوپیک، از جنبندی که میگفتیم تو هر تمدنی میشه گفتش که یه هدف مرکزی وجود داره و یه سری ابزارها که چجوری میشه بهش رسید. که مال ایران پیشرفت بی پایان بوده، یا به قول خودشون ابزونیگی، که بعد دوتا ابزاری که زرتشت براش درست کرده بوده، خرد بوده و وجدان فردی، وجدان فردی کاملا آزاد. مال اسلام میگفته ما میخوایم فقط هر طور شده، هدف این بوده که میخوایم بریم بهشت به جای پیشرفت بی پایان در همین جهان، هر چه زودتر بهشت رفتن، این هدف مصرفی، چون اونجا میخوایم با عسل و حوری طرف بشیم، یعنی اون هدف تولیدی رو با این مصرفی جایگزین کرده، و به جای خرد ایمان رو میذاریم، یعنی یه سنگوار رو، و به جای وجدان فردی ترس رو از خدا میذاریم به نام تقوا.
همین بررسی ها رو در مورد تمدن های دیگه هم میشه کرد. البته اینا نگاه ماکروسکوپیکه یا از بیرون کلی نگاه کردنه. یه نگاه ماکروسکوپیک یا ریزنگر هم هست که دستگاه جهان نگری و مدل سازی میکنه از داخل بنیادی ترین قانون های روانشناسی. اون خیلی کامپلکس تره. من اون سالهای سال کار کردم و توی مانیفست اونم یه چکیده ازش خواهد اومد، ولی حالت بسیار گسترده ترش رو بعدن فهرست این کتابایی که در این باره لازم بیاد بیرون، شاید اون پشت صف، چون جلوی صف باید به تاریخ واکافتیکو بنویسیم، یه کتاب بعدن بزرگی در این مورد خواهد اومد برای دستگاه مدل سازی که تو ذهن آخر چی میگذره و چجوری اون قانونهای بنیادی، اون قانونها یا اون اکسیومها بعدن تمام مشتقات فکری رو کنترل میکنن، که بعد اون موقع آدم متخصص بفهمه که وقتی اون بن قانون ها جابجا شدن، بعدن چه جوری تمام اون تمدن مسیرش عوض میکنه به یه مسیر دیگه میره، چون مشتقات فکریش دیگه چیز دیگه میشه. آمد. ولی نگاه دغدغه از... چیز دیگه میشه و چون دغدغه چیز دیگری است، خودش متوجه نیست که در چه کجراهی قرار داره و طبیعتاً فکر میکنه مسیری که باید بره. شاید جان اگر از اشتراک در بیاری پاورپوینت رو، بقیه برنامه رو میتوانیم که در دو هفته آینده پی بگیریم. به جاهای بسیار حساس و مهمی رسیدیم. البته تمام این بحثا به نظر من بحث بسیار بسیار مهمی است. میبینید تاریخ واکافتیک یا تاریخ تحلیلی آنالیتیک ایران باید نوشته بشه، باید قشنگ فراگویی بشه، توضیح داده بشه، توصیف بشه که به چه صورتی این دوره صده های طولانی رو ما پشت سر گذاشتیم، دلایل تغییرات چی بوده، این تغییرات چه تأثیر روی روح و روان ایرانیان گذاشته، روی جهان‌نگریشون گذاشته، روی منششون گذاشته، چرا همراه با تولید کالا، ایجاد ثروت، تولید اندیشه هم در ایران قطع شده و کلن تبدیل شدیم به یک ملت ستربند و درجه دو، درجه سه، و اینها همه نیاز به زمان داره، نیاز به کار تخصصی داره. کار تخصصی هم کار تخصصی ویژه‌ای است که داریم کوشش میکنیم که این کارا را انجام بدیم. برای شما همینانی که علاقمندین تو این زمینه کمک بکنید، همراهی بکنید در زمینه تولید مطالب از این دست که بسیار بسیار مهمه تو شناختن نقشه راه و اینکه وضعیت کنونی رو ارزیابی بکنیم و به طور بنیادین نگاه رو به جلو داشته باشیم، بهترین کار این است که تماس بگیرید با جنبش رنسانس ایرانی و اعلام آمادگی کنید در چه زمینه‌ای میتوانید توی مسیر بسیار مهم یاری برسونید. برای تماس میتوانید بروید به تارنمای iranianrenaissance.com iranianrenaissance.com و اونجا تو بخش تماس با ما ایمیل بزنید، مشخصات خودتون رو بذارید، حتما میبینیم و با دوستان با شما تماس میگیریم. توی زمینه متفاوت میتوانید کمک بکنید، کمک چه کمک فنی، چه کمک مالی، چه کمک به پخش و برنامه هایی که تولید میشه، چه تولیدات نوشتاری، چه تولیدات این برنامه هایی که به صورت شنوایی و دیداری است. اگر هم برنامه ما را از طریق ماهواره میبینید، اگر به یوتیوب بروید و جستجو کنید ایرانیان رنسانس، ایرانیان یک ذره فاصله بگذارید، رنسانس، کانال ما میاد که میتونید اونجا کانال رو سابسکرایب کنید، در حقیقت نام نویسی کنید و همه ویدیوهای تازه برای شما اعلام میشه که ویدیو تازه اومده و این ویدیوها رو میتونید ببینید. پخش اینها و در اختیار دیگر دوستان و همیهنان قرار دادنم کمک دیگری است که شما همیهنان میتونید توی این راه که راه بسیار بزرگی است و میتواند واقعا یه نقطه عطفی باشه برای تغییر مسیر ایران، یاری بکنید و مطمئن باشیم که این کمک ها و حرکت ها که به نظر کوچیک میاد رو هم دیگه قرار بگیره، ما رو به جای بزرگ خواهد رسانید. فراموش نکنیم که هدف بزرگ همت بزرگ هم میطلبد. جنبش رنسانس یا نوزای ایرانی در آدینه ها هم
برنامه‌ای داره که تماشاش در یوتیوب برای همیهنان کاملا آزاده. ما در تالار زوم این برنامه رو انجام میدیم ولی همزمان در یوتیوب پخش میشه. همون یوتیوب جنبش رنسانس رو که بروید، ایرانیان رنسانس، کانال ما میاد و هر آدینه، هر جمعه، فرایدی به ساعت 9 کالیفرنیا، 9 بامداد کالیفرنیا و میشود ساعت 6 اروپای مرکزی و ساعت 8:30 شب ایران برنامه رو زنده از اونجا هم پیگیر بشه. و معمولا اون برنامه ها در تلویزیون پخش نمیشه، برای همین در اونجا هم میتوانید همراهی کنید. به هر حال منتظر پیام ها و حمایت های شما از طریق iranianrenaissance.com هستیم و خیلی سپاسگزارم از توجهتون. شهرام گرامی، نکته دیگری مونده که بخوایی اضافه کنی؟ نه دیگه، پایان رو خود گفتی شهرام جان. بسیار سپاسگزارم شهرام جان، خیلی ممنون و دیدار ما تا دو هفته آینده. سپاس و بدرود.